سال هاست بحث میزان نفوذ اسرائیل در سیستم های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مطرحه و پیامدهاش هم خیلی آشکاره یعنی چیزی نیست که فرضیه باشه تئوری باشه از ترور تا به قول خود اینا ربایش اسناد تا انفجار مرکز هسته‌ای مرکز موشکی اخلال در سیستم های مراکز غنیسازی اورانیوم و مراکز فعالیت های هسته‌ای به طور عام مرکز تولید سانتریفیوژ در کرج پارچین تورقوزآباد و نقاط مختلف از ترورها ترور فخریزاده که یک چیزی که هنوز معماس واقعا برای نه فقط برای حکومت از هم پاشیده جمهوری اسلامی برای دنیا واقعا معماس انفجار مرکز موشکی در سال 1190 در کرج که صدای انفجار تا ده ها و شاید بیش از 100 کیلومتر شنیده شد 39 نفر کشته شدن موارد مختلف بوده من تو این دو سه روزشم فکر میکردم بعد از عملیات محیرال اقول ها در انفجار پیجرهای حزب الله لبنان که دامنگیر سفیر جمهور اسلامی بود، یک رسوایی برای جمهوری اسلامی بود که پیجرهای شبکه داخلی حزب الله لبنان یکیش هم دست سفیر جمهوری اسلامی بود و همزمان با ضربه‌ای که به چشم و دست و آلت تناسلی خیلی از اعضای حزب الله خورد سفیر جمهوری اسلامی بی‌نصیب نموند خب این یه چیز عجیب غریب بود من بازم تکرار میکنم اصلا در مورد اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن صحبت نمیکنم دارم میگم محیر بعد از این من داشتم تو ذهنم مرور میکردم اخبار رو یادم افتاد که در سال 88 یکی از مسائلی که خود ماها خیلی اعتراض کردیم کاری بود که دولت آلمان و شرکت زیمنس با جمهور اسلامی کردن اعلام شد که درست در اوج سرکوب جنبش سبز شرکت زیمنس آلمان تجهیزات پیشرفته شنود در اختیار جمهور اسلامی گذاشته و با استفاده از همون تجهیزات خیلی از افراد شناسایی شدن به عنوان نمونه اصلا آقای ایسا زرخیز و مدتی بود که مخفی بود گفتن چند ثانیه موبایلش رو روشن خاموش کرده و پیداش کردن دستگیرش کردن و افراد زیادی این کار انجام شد بسیاری از افراد در دادگاه ها وقتی که اه اه کیفرخواستشون رو مطرح شد اگرچه اصل کیفرخواست ها غیر قانونی بود و ظالمانه بود و بعض از اتهامات واهی بود ولی در بعضی از موارد به بعض از رفت آمدها به صورت دقیق بخشی از صحبت هاشون مکالمه های تلفنی حتی صحبت هایی که در خونه هاشون کرده اشاره می شد و همین باعث شد که یک فضای عجیبی و... به درستی علیه شرکت زیمنس آلمان و دولت آلمان به صورت عام را افتاد که اینها دارن با حکومت سرکوب همکاری میکنن بعد هم ادعا شد که چینی ها هم در تجهیز جمهوری اسلامی به تجهیزات شنود و جاسوسی همکاری کردن از جمله در سال 88 حتی در بهمن ماه 98 ده سال بعد از جنبش سبز دادستانی آمریکا در بهمن ماه 98 علیه شرکت چینی هواوی 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 فکر میکنم به دلیل فروش تجهیزات شنود و جاسوسی به جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در سال 88 اعلام جرم کرد این خورداد 1401 نشریه واشنگتن فری یک گزارش داد از کارهایی که با کمک چین برای جاسوسی علیه مخالفان جمهوری اسلامی انجام شده موارد اینطوری داشتیم در نقاط مختلف دنیا حتی وقتی که از دو از 4 5 سال پیش بحث قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با چین مطرح شد همواره تاکید شد که یکی از موارد بنیادین و اساسی در این قرارداد همکاری های اطلاعاتی امنیتیه که عمل... مفهومش این بود که چین قرار به جمهوری اسلامی کمک کنه برای شناسایی حتی می گفتن بسیار از دوربین های ترافیک که خریداری شده برای همین مفهومه برای همین مقصوده خب من با خودم فکر میکردم که خیلی جالبه که دقیقا از سال 88 به بعد بسیار از اتفاقات در ایران افتاده از ترور دانشمندان هسته‌ای که از سال همون سال 88 در دیماه ماه 88 بود فکر کنم اولین موردش مرحوم علی محمدی رو ترور کردن که من بارها گفتم به جد معتقدم من به باقی موارد کار ندارم که بعضیش احتمالاً مرحوم رضا نژاد و دیگران احتمالاً کار اسرائیل بود ولی علی محمدی رو معتقدم خود جمهوری اسلامی زده ولی با فرضی که جمهوری اسلامی درست بگه دقت کنید این نوع تعامل جدید اسرائیل با جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی و اسرائیل حالا با هم بحثای داشتن بیشتر هم یه طرفه از طرف جمهوری اسلامی علیه اسرائیل گفته میشد اسرائیلیا بیشتر کمک به بی جمهوری اسلامی کردن از زمان جنگ که سلاح بهشون دادن تا بعد از مسائل دیگه اما آنچه که جمهوری اسلامی ادعا کرده که بخشش هم درسته اگه دقت کنید تمام اتفاقات دقیقا بعد از همین سال 88 اتفاق افتاد از سال 88 که زیمنس آلمان مثلا تجهیزات شنود به جمهوری اسلامی فروخت و شرکت هواوی چین به استناد ادعای دادستانی آمریکا تجهیزات شنود و جاسوسی به جمهوری اسلامی فروخته برای سرکوب مخالفان تا دوربین های ترافیک و غیر از 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 همون بعد از سال 88 از ترور دانشمندان هسته‌ای در سال 88 89 90 انفجار 21 آبان ماه سال 90 در انبار موشکی سپاه در اطراف تهران که عرض کردم 39 نفر کشته شدن در رأسشون تهرانی مقدم که به عنوان پدر موشکی جمهوری اسلامی معرفی میشد و صدای انفجارش رو تا ده ها و شاید بیش از صد کیلومتر خیلی شنیدن آثار تخریبش تا چند کیلومتر خانه ها تخریب شد شیشه ها شکست و مسائل مختلفی داشت این هم سال 90 بود بعد از همون زمانی که جمهوری مثلا تجهیزات شنود و جاسوسی از آلمان و چین و جاهای دیگه خرید بعدش رسیدیم به ترور فخری محسن فخری مثلا دانشمند هسته‌ای و اتفاقات بعدیش حالا به قول اینها ربایش اسناد از تورقوزآباد تخریب در مرکز هسته تسا نفوذ به اتاق رئیس سازمان هوافضا و سرقت اسناد از گاف صندوق اتاقش اخلال قبلا گفتن در سیستم برق نتنز و بعد مشخص شد نفوذ اسرائیلیا بوده و موارد مختلف یعنی پارچین اینها تمام اینها از زمانی شد که با سراحت اعلام شد و خود ما هم خیلی داد و فریاد کردیم که چرا آلمان داره تجهیزات شنود میده تجهیزات جاسوسی میده چرا دوربین های چند منظوره به بهانه بهبود ترافیک در اختیار حکومت سرکوبگر قرار میگیره و غیر روزالک اجازه بدید من فرضیه رو مطرح کنم که کاری که در هفته های اخیر در لبنان انجام شد بحث پیجر ها پایلت پلانش در واقع همون فروش تجهیزات به جمهوری اسلامی بود یعنی به نظر میرسه که از همون نقطه اسرائیل تا بالاترین سطوح جمهوری اسلامی شنود کار گذاشتند از طریق همین مثلا تجهیزاتی که داشتن به خیال خودشون برای تثبیت حکومتشون می‌خریدن عرض می‌کنم دقت کنید تمام اتفاقات عجیب و غریبی که از ترور دانشمندان هسته‌ای تا انفجار مرکز موشکی سرقت اسناد رو بایش همین اخیراً در اصفهان بر اساس چیزی که وحید خذاب در تلویزیون اعتراف کرد در تلویزیون اینترنتی به سپاه که اسرائیلی اومدن هم رو اسناد داشتن هم تخریب کردن هم کشتن و هم مسائل دیگه به گمان من و بحث ترور هنیه موضوع رئیسی کشتن نصرالله حالا کشتن نصر الله خارج از ایران بوده برای اونم مرتبط با ایران با حضور یکی از فرماندهان ارشد سپاه بوده اما اون که در ایران اتفاق افتاده کشتن هنیه و کشتن رئیسی که حالا دیگه کم کم همه دارن به این نتیجه میرسن که حتی خود حکومتی ها میگن مرگ رئیسی ناشی از یک حادثه آب و هوایی نبوده کار به احتمال قوی اسرائیل یا مرتبط با اونها بوده تمام این اتفاقات از زمانی افتاده که مثلا جمهوری اسلامی فکر کرده خودش رو مجهز کرده به تجهیزات شنود پیشرفته و تجهیزات جاسوسی حالا این فرضیه رو در نظر بگیرید که اسرائیل این تجهیزات رو به اینا فروخته یا در کارخانجاتی که در چین و آلمان این تجهیزات برای جمهوری اسلامی سفارش گرفته شده و داشته ساخته می‌شده اسرائیل رفتن اونجا و کاری که می‌خواستن کردن تجهیزات شنودشون رو کار گذاشتن و به راحتی به تمام مراکز مهم جمهوری اسلامی دسترسی دارن اینا به خیال خودشون تجهیزات شنود گرفتن برای علیه مخالفانشون اما چندین برابر و بسیار مؤثرتر از کاربردی که برای جمهوری اسلامی داشته عملا در خدمت اهداف اسرائیل بوده برای زهر چشم گرفتن از جمهوری اسلامی تحقیر جمهوری اسلامی ضربه زدن به جمهوری اسلامی و ناکارآمد کردن بسیار از سیستم که جمهوری به خیال خودش داشته تجهیز میکرده راه اندازی میکرده توسعه میداده برای اهداف آیندش برای شهوت های جدیدش من بارها گفتم دوستان عزیز به عنوان یک ایرانی حتما خوشحال میشم که کشورم به بالاترین تکنولوژی های روز مجهز باشه از هسته و نظامی گرفته تا علمی و رفاه مردم همه چیز اما تجربه سالهای اخیر همه نشون میده که جمهور اسلامی تجهیزاتی که میگیره یا تولید میکنه یا با همراهی سایر کشورها توسعه میده هیچگاه نه تنها در خدمت مردم نبوده بلکه تمامش در علیه مردم بوده ارز میکنم به بهانه بهبود ترافیک دوربین خریدن در اختیار نیروهای سرکوب گذاشتن یعنی اطلاعاتی که این دوربین ها جمع آوری کرده در اختیار نیروهای سرکوب بوده و سایر مسائل نمیخوام بگم صد در صد ولی این تو ذهن من الان از دیروز تا حالا داره قلیان میکنه داره ذهن من قلقلک میده که به احتمال قریب به یقین همین شیوهی که اسرائیلی ها حالا مشخص شد نه سال روش کار کرده بودن برای ضربه زدن به حزب الله لبنان و از نه سال پیش این برنامه رو چند اجرا کردن این عملا دست ناشی و یکی از دستاوردهای مرتبط با تجربه که اسرائیلی ها از نفوذ به سیستم های اطلاعات امنیتی جمهوری اسلامی از طریق ارتباط برقرار کردن با این دولت ها یا نفوذ در کارخانجات سازنده اون تجهیزات ایجاد کردن برای خودشون من به شخصه نه تنها بعید نمیدونم بلکه احتمال قوی این رو فکر میکنم که هم دولت آلمان و هم دولت چین خودشون مطلع بودن و عملا فریب دادن جمهوری هم پول گرفتن هم جمهوری فریب دادن به خاطری که من بارها عرض کردم تمام این حکومت ها اکثر حکومت های دنیا ضمن اینکه یک حکومت باجده فاسد و ناکارآمد مثل جمهور اسلامی میخوان اما معتقدم باید کنترلش کرد باید تو سر نگهش داشت احتمال زیاد من بیدم هم دولت چین هم دولت آلمان در جریان این روند بودن یعنی با هماهنگی خودشون انجام شده اما اگر هم نشده باشه باز یک عملیات مهیر از طرف اسرائیل بوده که بعد از اینکه مطلع شدن از این قرارداد وارد این سیستم ها شدن در زمین آلمان و در شرکت های چینی و چیزهایی که میخواستن کار گذاشتن به همین جد به راحتی از تمام اتفاقاتی که در نهادهای اطلاعات امنیتی جمهوری اسلامی گرفته میشده و اتفاقاتی که میافتاده و تصمیماتی که گرفته میشده مطلع بودن به همین جهت همواره بدل داشتن بزنن ببینید دوستان عزیز دیگه برای ماها عادی شده در یک حکومت فاسد ناکارآمد مثل جمهوری اسلامی که هنیه رو بکشن، رئیسی رو بکشن، از تورقوزاباد اسناد ببرن، از مرکز کارگاه اصفهان به قول خودشون هم روبایش اسناد انجام بدن، هم تخریب بکنن، هم آدم بکشن. ولی واقعا هر کدوم از اینها یک حکومت رو میتونه ساقت بکنه یعنی وادارشون کنه به کنارگیری به خاطر رسوایی اما چون عادی شده ولی باور کنید کارها کارهای بزرگیه که از اینکه طرف بیاد اسناد رو از تورقوزاباد ببره یعنی سیستم های طوری نفوذ دارن هم اطلاعات دارن هم اونطوری که اون زمانی که لازم دارن معموراشون بیاد جوری از هان رو منحرف کنن جوری سیستم های رسد رو کور کنن یا منحرف بکنن که کسی مطلع نشه و بعد تکرار بشه این عملیات یعنی چند سال بعد از سقوط آباد دوباره در اصفهان اتفاق بیفته این فقط میتونه توسط یک دولتی انجام بشه توسط یک سازمان جاسوسی یا ضد جاسوسی انجام بشه که به صورت لحظه ای از تحولات داخل ایران خبر داره اون که معمورش رو وسط آتش نمیفرسته و میبینید که حتی یک بار همی که ازنا دستگیر هر بار اتفاق افتاده علکی گفتن ده تا جاسوس اسرائیل گرفتیم اعدام کردیم اما هیچ کدوم از این کارهایی که اینا کردن و ادعاهایی که مطرح کردن نهایتا منجر به ناکارآمدی اسرائیل نشده و هر بار هم که گفتن جاسوس اسرائیل اعدام کردن حتی اسامی افراد رو نگفتن یه چیزی برای اینکه نیروهای احمق طرفدار خودشون قانع کنند یا سر ها رو بخوابونن پس این رو گوشه ذهنتون نگه دارید که به احتمال قوی آنچه که ماها خیلی از دلخور بودیم و هنوزم دلخوری برجاست که بعضی از دولت‌های خارجی کمک کردند به جمهوری اسلامی برای جاسوسی علیه مردم برای کشف رفت های مردم کنترل مردم عملا با هدف بزرگتری انجام شده اون هم کنترل بر رفتار جمهوری اسلامی و کمک به اسرائیل البته این موضوعی بار ثابت میکنه که دولت های خارجی اصلا مردم ایران برشون مهم نیست وقتی اهداف خودشون میخوان پیگیری کنن برای پیگیری اهداف خودشون ممکن اتفاقاتی رو رقم بزنن ممکن تصمیماتی بگیرن ممکن کارهای انجام بدن که مردم ایران هم متضرر میشن اما اونها سود خودشون رو میبره. لطفا این فرضیه رو در ذهنتون نگه دارید من از دو سه روز پیش تو رو ذهنم بود ولی تو ذهن خودم یه داشتم مرور میکردم رفتم خبرها رو خوندم و دیدم بازم تکرار میکنم تمام این اتفاقات عجیب غریبی که افتاده از ترورهای هسته ای تا فخری زاده و دیگران و سرقت اسناد خرابکاری ها در نتنز و پارچین و مراکز هسته ای و تسای کرج اونها همش از بعد از سال 88 و از بعد از اینکه اعلام شد که شرکت زیمنس آلمان و شرکت های چینی تجهیزات جاسوسی و تجهیزات شنود و تجهیزات مخابراتی پیشرفته برای سرکوب اعتراضات در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتن در این مورد فکر کنید ممنون از همراهیتون شب و روزتون خوش